با افزایش نگرانی از تشدید بحران انسانی، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، یک بار تأکید کرد که جنگ در غزه مصائب وحشتناک انسانی به دنبال داشته است و از طرفهای درگیر و کشورهای میانجی خواست به دلایل بشردوستانه آتش بس فوری برقرار کنند. همکارم گزارشی را در این زمینه تهیه کرده که با هم می‌بینیم. جنگ در شمال و جنوب غزه شدت گرفته است و نزدیک به 300 هزار فلسطینی که در رفح پناه گرفته بودند با هشدار اسرائیل برای ترک محل آواره شدند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار آزادی بی‌قید و شرط گروگان‌ها و افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه شد. ولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم خواستار آتش بس در غزه و آزادی گروگان ها شد و در ادامه تأکید کرد که از وضعیت به سرعت وخامت غزه عمیقاً مضطرب است. وی در ادامه تأکید کرد که از 6 می که ارتش اسرائیل هشدار برای ترک منطقه داده، بیش از 278 هزار نفر آواره شدند که این تعداد شامل افراد دارای معلولیت، بیماران مزمن، افراد مسن، مجروحان، زنان باردار و بسیاری دیگر می باشند که از نظر فیزیکی قادر به حرکت بدون کمک نیستند. ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که نیروهایش برای مقابله با استقرار دوباره نظامی حماس عملیاتی را در جبالیا آغاز کردند. ارتش اسرائیل همچنین تانک‌های خود را به زیتون، حومه شرقی شهر غزه بازگردانده و گلوله باران ساختمان‌ها و خانه‌ها در این منطقه نیز ادامه دارد. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که ارتش ماه‌ها پیش اعلام کرده بود که کنترل بیشتر این مناطق را به دست گرفته است. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، شمار کشته شدگان فلسطینی به 35 هزار نفر رسیده که بیشتر آنها زن و کودک بودند و نزدیک به 78 هزار و 600 نفر نیز زخمی شدند. اونروا، آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، تایید کرد که حدود 300 هزار فلسطینی از هفته گذشته از رفح آواره شدند. نهادهای بین المللی و متحدان اسرائیل بارها درباره حمله زمینی به رفح در جنوب نوار غزه هشدار دادند. 5 روز پیش، پس از آنکه حماس ناگهان اعلام کرد شرایط آتش بس که با میانجیگری مصر و قطر و آمریکا در قاهره را می‌پذیرد، اسرائیل شبانه گذرگاه مرزی رفح در طرف فلسطینی را تصرف کرد. پیش از هشدار اخیر اسرائیل برای تخلیه بخش‌هایی از رفح، تخمین زده می‌شد که در این شهر حدود 1.5 میلیون فلسطینی پناه گرفتند که اغلب آنها از بخش‌های دیگر به جنوب پناه بردند. به گفته اونروا، هیچ مکان امنی در غزه برای فرار آوارگان وجود ندارد.